حرکت دراویش اصفهان، زرین شهر و نجف آباد به سوی تهران برای ابراز خشم و اعتراض علیه حکومت آخوندی. استقرار گشت‌های سرکوبگر در اطراف بازار تهران در وحشت از تجمع‌های اعتراضی دراویش. راهپیمایی در سنندج به مناسبت روز جهانی زن. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در تهران، رشت، قزوین، رودبار، مبارکه اصفهان و خرمدره. 800 زندانی محکوم به اعدام در زندان بیرجند. جمعی از دراویش استان اصفهان برای ابراز خشم و اعتراض خود علیه حکومت آخوندی به تهران رفتند. بنا به گزارش‌های دریافتی در روز یکشنبه 5 اتوبوس حامل جمعی از دراویش از خیابان باغ دریاچه اصفهان راهی تهران شدند. این دراویش از شهرهای اصفهان، زرین شهر و نجف آباد هستند. جمعی از دراویش استان چهارمحال و بختیاری قصد داشتند برای پیوستن به دراویش معترض به تهران بروند. آنها در ساعت 16 روز یکشنبه 18 اسفند که از شهر کرد عازم اصفهان بودند تا از آنجا به تهران بروند، در محل پلیس راه شهر کرد به اصفهان توسط نیروهای امنیتی متوقف شده و به شهر کرد برگشت داده شدند. این افراد بلافاصله در محل برگزاری مجالس در شهر کرد تجمع اعتراضی برگزار کردند. مأموران این منطقه را به محاصره خود درآوردند. بنا به گزارش‌های دریافتی رژیم آخوندی در وحشت از تجمع و تحصن مجدد دراویش، از صبح روز دوشنبه 19 اسفند نیروهای سرکوبگر انتظامی و ضد شورش خود را با خودروهای گشت و موتورسیکلت در خیابان‌های اطراف دادستانی ارتجا در تهران و همچنین نزدیک بازار مستقر کرده است. زندانیان سیاسی اصغر قطان، رضا منفرد و ابوالقاسم فولادوند در همبستگی با زندانیان اعتصابی در اوین و گوهردشت و اعتراض به تبعید دراویش زندانی به گوهردشت روز دوشنبه 19 اسفند از ملاقات با خانواده خود سر باز زده و ملاقات را تحریم کردند. آنان از خواسته های زندانیان در حال اعتصاب حمایت به عمل آورده و خواستار برگشت زندانیان تبعیدی به اوین و همچنین رسیدگی سریع به بیماران زندانی شدند. جمعی از مردم سنندج روز شنبه در خیابان کارگر این شهر راهپیمایی کردند و روز جهانی زن را گرامی داشتند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پلاکارد و سردادن شعار مخالفت خود را با تبعیض جنسیتی در حکومت زنستیز آخوندی ابراز کردند. این راهپیمایی در حالی برگزار شد که طی روزهای اخیر فضای امنیتی شدیدی بر سنندج حاکم بود و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به برخی از زنان مدافع حقوق بشر هشدار داده بودند که حق شرکت در مراسم 8 مارس را ندارند. رژیم زنستیز آخوندی برنامه 8 مارس روز جهانی زن در دانشگاه تهران را لغو کرد. بنا به گزارش‌های دریافتی بعد از 8 سال برای برگزاری برنامه روز جهانی زن در دانشگاه تهران مجوز داده شده بود، اما در آخرین دقایق این اجازه لغو شد. این برنامه قرار بود در دانشکده اندیشمندان علوم انسانی برگزار شود که بعد از لغو با اجتماع در پارک نزدیک محل مراسم برخی از زنان سخنانی ایراد کردند. شعری نیز در اعتراض به سنگسار و قوانین ارتجاعی در ادارات دولتی که حق زنان مجرد را به رسمیت نمی‌شناسد خوانده شد. کارگران زحمتکش شهرداری قزوین از سه‌شنبه 13 اسفند تا پنجشنبه 15 اسفند در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار 5 ماه حقوق عقب افتاده خود شدند. کارگزاران رژیم در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی وعده دادند که به خواست کارگران رسیدگی می کنند. جمعی از کارگران اخراجی کارخانه سیمان لوشان در رشت روز یکشنبه 18 اسفند مجدداً تجمع کرده و به اخراج خود از کارخانه و پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده اعتراض کردند. بیش از 300 تن از کارگران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اعتراض به اخراج خود در مقابل دفتر این شرکت در خیابان اصفهان تجمع کردند. شماری از کارگران و کارمندان بازنشسته صنایع فولاد سنگرود در رودبار
روز یکشنبه 18 اسفند در مقابل اداره بازنشستگی رژیم در این شهر دست به تجمع زدند و خواهان مطالبات عقب افتاده شدند. کارگران شهرداری منطقه 13 تهران در مقابل اداره حل اختلافات این منطقه تجمع کردند و به اخراج از کار و پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده اعتراض کردند. این کارگران در آستانه سال نو گروه گروه توسط شهرداری رژیم اخراج شده اند. جمعی از کارگران فصلی کارخانه پارسمینو در خرمدره روز پنجشنبه 15 اسفند به اخراج خود اعتراض کردند. رژیم ضد بشری آخوندی، حکم ضد انسانی 20 ضرب شلاق برای پیمان نودینیان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان را در شعبه اجرای احکام دادگستری رژیم در سنندج اجرا کرد. بنا به گزارش‌های دریافتی، تعداد محکومین به اعدام در بیرجند همکنون نزدیک به 800 زندانی می‌باشد. بیش از نیمی از آنها زیر 30 سال سن دارند. به گزارش دریافتی از کرج، از غروب روز یکشنبه 18 اسفند جوانان منطقه گوهردشت، عظیمیه و فردیس با انفجار ترقه و نارنجک دستی به استقبال چهارشنبه سوری رفتند. این در حالی است که ارگانهای مختلف سرکوبگر رژیم علیه برگزاری چهارشنبه سوری تبلیغ و تهدید می کنند.